something happened at the law school that changed my life. And there were two women in my class. در دانشکده حقوقی اتفاقی افتاد که زندگی منو عوض کرد. دو تا زن و یک سیاه پوست و 69 نفر دیگه تو کلاس من بودن. در مجموع 72 نفر. یه اتحادیه حقوقی از ما دعوت کرد که ما همه به اونا بپیوندیم و ما هم قبول کردیم. شش هفته بعد هیئت مدیره اتحادیه برای ما نامه داد که متاسفیم زنها و سیاه‌پوست‌ها رو قبول نمی‌کنیم. مدیر مدرسه ما همه رو جمع کرد و گفت این درست نیست. اینی که میگم سال 1950 است. قبل از لغو تبعیض نژادی تو امریکا. بیاین هممون استعفا بدیم و انجمن حقوقی UCLA رو تشکیل بدیم. و ما این کارو کردیم. Let's all resign and form the UCLA Law Association. And we did. And I walked up to him. His name was Donald Byrd. ما رفتم پیش این آقا. اسمش بود دانالد بیرن و گفتم دانالد چی باعث شد یه همچین کاری بکنی؟ اون گفت من به جمعای باهایی تو وست‌وود میرم. گفتم یعنی هندوها؟ گفت نه. پس باید بودایی باشم. گفت نه. این یه دین مستقل جهانیه و دیدگاه‌های منو تو زندگیم به کلی عوض کرده که از تعلیماتش تساوی حقوق زن و مرد و ریشه‌کن کردن نژاد It teaches about the abolition of racism. I was born in California, San Pedro, down near the ocean. من در سان پدرو کالیفرنیا به دنیا اومدم. کنار اقیانوس. من همیشه عاشق دریا بودم. پدرم معمار بود و مادرم معلم. و یه خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچکتر از خودم داشتم. وقتی کلاس دوم بودم از سان پدرو و کنار اقیانوس اسباب کشی کردیم و رفتیم به مرکز لس آنجلس. کودکی بسیار شادی داشتم. مادرم عضو تیم شنای المپیک بود و به همین دلیل ما هممون شناگرهای خوبی از کار در اومدیم. و این بخش بزرگی از زندگی ما بود. So we grew up being great swimmers and it was a big part of our life. I went to the same high school, Los Angeles High School that my mother had gone, had the same Latin teacher. من به همون دبیرستانی که مادرم رفته بود رفتم. به همون معلم‌ها رو داشتم. بعد به UCLA رفتم و لیسانس هم رو گرفتم و واقعا نمیدونستم چی کاری میخوام بشم ولی تو فکرم بود مددکار اجتماعی بشم And during my summers I worked for the YMCA because تو تابستون برای YMCA کار میکردم چون بعد از جنگ بود و مردا کم بودن من با بچه های بی‌بضاعت کار میکردم و به خاطر همین میگفتم میخوام مددکار بشم اونا به خدمات پزشکی، غذا و مسکن مناسب احتیاج داشتن. ولی یه روز اومدم خونه و به خانواده‌ام گفتم من میخوام وکیل بشم. چون هر وقت میرم یه کمکی برای این بچه‌ها بگیرم بهم میگن قانون اینو میگه یا قانون اونو میگه. و من میخوام وکیل بشم و این چیزا رو عوض کنم. همشون. Because every time I went to get help for these kids, they would say the law says this and the law said that and I said I'm going to be a lawyer and change all of that. So I went to the UCLA law school. رفتم دانشکده حقوق UCLA و 72 نفر تو کلاس ما بودن. باید اینو اضافه کنم که یه مشاور دیگه YMCA مردی بود که بعداً همسر من شد. اونم همون موقع که من رفتم دانشگاه به دانشکده حقوق دیگه رفت. چون ما تصمیم گرفتیم هر کدوم به شیوه خودمون عمل کنیم. اون شروع کرد بعد از دوره توی دفتر وکالت کار کردن. ولی ما تو UCLA اجازه کار کردن نداشتیم. At UCLA, we were not permitted to work. As I completed my studies at the law school, being only one of two women, I did. همین که درسم تو دانشکده حقوق تموم شد، چون یکی از دو دانشجوی زن دانشکده بودم، از یکی از معدود دفاتر وکالتی که به زنها کار میدادن پیشنهاد کار گرفتم. من این سعادت رو داشتم که رئیس سابق دانشکده حقوق هاروارد، دین راسکوپان، تو دانشکده‌ام درس میداد. من 7 درس با اون داشتم و عمیقا تحت تاثیرش بودم. چون می گفت اگه به قانون دسترسی نداشته باشیم چه اهمیتی داره که قانون چی میگه و اون منو برای یه کار تحقیقی به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توصیه کرده بود He recommended me for a research position at the University of Southern California writing a book on how to improve the court system داشتن یه کتاب در مورد اینکه چطور سیستم دادگاهی رو در لس آنجلس بهتر کنن می نوشتن. تقریبا همه دوستای من به خصوص زنا می گفتن که تو باید تو دفتر وکالت کار بگیری و راه رو برای زنا هموار کنی. ولی من سیستم مشاوره در دانشکده حقوق رو دوست نداشتم. و یکی از چیزایی که منو به سمت دیانت بهایی کشون مفهوم مشورت در اون بود. Faculty member, از من دعوت شد که اولین زن عضو هیئت علمی دانشگاه در جنوب کالیفرنیا باشم و اون موقع در کل آمریکا تعداد انگشت شماری زن عضو هیئت علمی دانشگاه ها بودن
و من شروع به تدریس یک کلاس در مورد قانون جدیدی که ما تازه نوشتن کتابش رو با یکی از اساتید تموم کرده بودیم کردم و مفهوم حکمیت رو بهش اضافه کردم. توی جلسه هیئت علمی یکی از اعضا گفت این چه که دوروتی داره درس میده؟ یکی گفت حکمیت. اون گفت ولی این که قانون نیست. و اون یکی جواب داد اون میخواد یه کاری کنه که همه همو دوست داشته باشن. و در کمال افتخار باید بگم که حکمیت یکی از مهمترین سرفصل‌ها در سیستم قضایی امروزه. Made me an assistant dean because I love working with students and student organizations. چون من دوست داشتم با دانشجوها و سازمانهای دانشجویی کار کنم، رئیس دانشگاه منو معاون خودش کرد. من با دانشجوها مرتب در ارتباط بودم. هدف اصلی من همیشه این بود که آدما رو به هم نزدیک کنم. بعد از اون من شدم مدیر بخش کاردانی و بعد رئیس دانشگاه مریض شد و ما تمام مملکت رو برای جانشین اون جستجو کردیم. تمام کسایی که ما باهاشون مصاحبه کردیم مرد بود. All of the people that we interviewed, and I was on the search committee, were men. My husband and I had all five children vacationing at the beach, and I got a call. یه روز من و شوهرم 5 بچه ها رو برده بودیم لب دریا که منشی ریاست دانشگاه به من زنگ زد و گفت رئیس میخواد همین الان با شما صحبت کنه. من گفتم خواهش میکنم، من تو تعطیلاتم و هنوز یه هفته دیگه از مرخصی مونده. منشی گفت اون میخواد شما رو امروز بعد از ظهر ببینه. اون روز من برگشتم به دانشگاه و همه هیئت علمی اونجا بودن و گفتن که ما میخوایم که تو رئیس دانشکده بشی. اینجوری بود که من شدم اولین زنی که رئیس دانشکده حقوق دانشگاه بزرگ توی آمریکا میشد. Now, Baha'is do not participate in partisan politics. So, باهایی‌ها تو سیاست حزبی داخل نمیشن. وقتی من به عنوان قاضی دادگاه تجدید نظر آمریکا انتخاب شدم، فقط یه دادگاه تجدید نظر در کل آمریکا بود. و پرزیدنت کارتر 10 قاضی رو به این سمت منصوب کرد و همه متعجب بودن که من چجوری انتخاب شدم. چون هیچ وقت عضو هیچ حزب سیاسی نبودم و همیشه مستقل بودم. اما چون من تنها زن رئیس دانشکده حقوق در آمریکا بودم، هر رئیس جمهوری منو عضو یک کمیسیون کرد. I was the only woman dean of a major school. Every president appointed me to a commission. I was 22. My husband was 23. But I met him as a YMCA counselor in the. من 22 سالم بود و شوهرم 23 سالش. ما همدیگر وقتی من کلاس 11 هم و مشاور YMCA بودم دیدم. البته اون موقع اون زیاد به من توجهی نمی کرد. من دندونام سیمکشی داشت و ما هر دومون سرپرست اردو بودیم. اون برای سربازی رفت و فرستادنش استنفورد، ولی بعد فرستادنش UCLA و منم اونجا بودم. به هر حال ما همدیگر رو خیلی وقت بود که میشناختیم. So we had known each other a very long time. He was accepted at Stanford Medical School. اون برای دانشکده پزشکی استنفورد قبول شد. ولی محض تفریح تصمیم گرفت که با من امتحان ورودی حقوق رو هم بده. امتحان رشته حقوق نصف سوالاش با امتحان پزشکی یکی بود. و من دیگه حاضر نیستم کنار اون امتحان بدم. چون اون همش از رو دست من نگاه میکرد و من نگران بودم. وقتی که ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم، استنفورد یه نامه داد که دانشجوهای پزشکی باید لوازمی مثل میکروسکوپ و از این قبیل که حدود $10,000 میشد برای خودشون بخرن. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که بریم دانشکده حقوق و بعد که وضعمون خوب شد اون پزشکی بخونه. ما رفتیم دانشکده حقوق و همون برامون کافی بود. We went through law school and that was enough. But here again I had known him forever. به هر حال من مدت‌ها بود اونو میشناختم و پدر مادرم فکر می‌کردن که خدا اونو به دنیا هدیه کرده. و پدر مادر اونم منو یه جورایی دوست داشتن و به همین دلیل والدینمون هم با هم دوستای خوبی شدن که خوششانسی ما بود و ما اواسط سال اول دانشکده حقوق بود که با هم عروسی کردیم. I was in law school at the time when it was legal, well, it was illegal in many states for blacks to marry whites. اون موقعی که من تو دانشکده حقوق بودم، در خیلی ایالت‌ها ازدواج سفیدپوستا با سیاه‌پوستا ممنوع بود. زمان من در خیلی از ایالت‌ها زن‌ها حق مالکیت نداشتن. نمیتونستن حساب بانکی داشته باشن. و بسیاری نابرابری‌های دیگه که من باورم نمیشد که هنوز وجود داشته باشه. و این چیزی بود که باعث شد من به دیانت بهائی علاقه من باشم. I couldn't believe still existed. And this is what attracted me to the Baha'i faith. That در تمام این کشورها، در تمام دنیا، مردم اختلافاتشون رو با صلح و صفا از طریق مشورت حل می‌کردن.
through the art of consultation. You have to have good laws. برای اینکه عدالت داشته باشیم باید قوانین خوب داشته باشیم و اون موقع است که مردم خودشون میتونن اختلافاتشون رو حل کنن چون جزئیاتش رو بهتر میدونن. مردم از هم شکایت میکنن چون از یه چیزی عصبانین، نه به خاطر اینکه دوست دارن درگیر بشن. و وقتی تو سیستم حکمیت ازشون میپرسین که فکر میکنین چی منصفانه است، باورتون نمیشه که چطور با هم مشکل رو حل میکنن. How people come together. When I became a judge here, I'd always wanted a research and development. من از وقتی که اینجا قاضی شدم همیشه دنبال تحقیق و بهبود سیستم بودم. می‌خواستم اینجا رو محلی برای مطالعه این چیزها بکنم که چطور میشه راه حل‌های صلح‌آمیز برای اختلافات بین بچه‌ها توی دادگاه و در جامعه پیدا کرد. This was an old hotel where our court is. اینجایی که دادگاه ما هست قبلا یه هتل قدیمی بود. ما مرکز عدالت غرب رو به جاش بنا کردیم تا حل اختلاف صلح‌آمیز رو گسترش بدیم. ما معلم‌هایی رو تربیت کردیم که بچه‌ها رو تعلیم بدن که چطور بتونیم در زمینه‌های زورگویی، نژادپرستی، قلدری و همه این چیزا حکمیت کنن. ما اینجا اینترنت داریم، چت روم داریم که میتونن با هم حرف بزنن. و الان تو دادگاه خودمون و بقیه دادگاه‌ها میانجی داریم. و در جامعه با پلیس همکاری می‌کنیم. اونا با نوجوانا تو جامعه سر و کار دارن و رئیس پلیس اینجا که الان با آقای اوباما کار میکنه به ما اجازه داد که افسراش رو که تو خیابونا با نوجوانای مشکلدار سر و کار دارن تعلیم بدیم که به جای اینکه اونا رو بزنن و دستگیر کنن چطور مشکلات رو همونجا تو خیابون حل کنن. Instead of coming up, slapping on the cuffs, throwing them in the van, how to mediate disputes on the streets. I used to feel I had been treated unequally because I'd always been very privileged in my own family. من همیشه فکر می‌کردم که با مساوات با هم رفتار نشده چون گرچه تو خانواده و مدرسه با هم خوب رفتار شده بود ولی وقتی رفتم تو جامعه و رئیس دانشکده حقوق شدم دیدم در بین هیئت علمی و حتی دانشجوها تعداد کمی زن هستن. And here again I was very influenced by my Baha'i background. و بازم بگم من خیلی تحت تاثیر افکار باهایی بودم. چون ما باهایی ها میگیم زن و مرد مثل دو باله یه پرنده میمونن. و اگه هر دو بال قوی نباشن، این پرنده نمیتونه پرواز کنه. ولی زن و مرد قابلیت های متفاوت و منحصر به خودشون دارن که به شیوه خودشون با محبت و توجه و شهود و بقیه چیزها برخورد میکنن. و تا وقتی که زن و مرد سر یک میز نشینن و در مورد بهداشت، قانون، آموزش و محیط زیست صحبت نکنن، صلح جهانی به وجود نمیاد. Getting equality until women achieve high policy making positions. به نظر من برای اینکه زنها پست‌های بالا در سیاست گذاری داشته باشن، مردها میتونن با پذیرش این قابلیت‌های زنان به شدت تأثیرگذار باشن. همسر من یکی از اون مردها بود و در تمام گروه‌های زنان و کنفرانس‌هایی که من شرکت می‌کردم، همیشه با من و پشتیبان من. I think that women themselves have to become well educated. And they have to understand the importance of education. به نظر من زنها باید تحصیلات خوب داشته باشن و باید به اهمیت آموزش برای ایجاد تغییر در جامعه آگاه باشن. But to understand that women themselves have to begin to assume responsibility for their own education. و این معنیش این نیست که از بچه‌هاشون غافل باشن، بلکه زنها باید خودشون مسئول یادگیریشون در جامعه باشن و مردها هم باید پشت اونها باشن و تشویقشون کنن و موقعیت رو براشون فراهم کنن و این مسئولیت رو قبول کنن. Recognize responsibility. My wish is to see the unity of mankind in the home, in the state, in the whole world. امیدوارم اتحاد نوع بشر رو در خونه، در جامعه و در تمام جهان ببینم. طوری که هر کسی بتونه آزادانه به هر جای دنیا مسافرت کنه. در دادگاه خود من موارد زیادی هست که با مهاجرت مربوطه. بیاین به جای دیوار ساختن به کشورهای دیگه کمک کنیم که اقتصادشون رو بهتر کنن تا مردم نخوان خانواده‌هاشون رو ترک کنن و بیان اینجا. فکر کنم بزرگترین آرزوی من یکی شدن تمام نوع بشر باشه. Is to bring about the unity of mankind on all levels. My advice to women would be find the
yourself a wonderful spouse. توصیه من به دخترها اینه که برای خودتون یه همسر فوق‌العاده پیدا کنید. مادر خوبی باشین و تحصیلات عالی داشته باشین. چون زنها اساساً اولین مربیان بچه‌ها هستن. پدرها هم مسئولن ولی مادرها نقش بنیادی دارن. تا میتونین به بچه‌هاتون توجه کنین. به ویژه تو 5 سال اول زندگیشون که هنوز مدرسه نمیرن. گرچه این روزا خیلی از بچه‌ها از 3 سالگی میرن مدرسه. در ضمن تلاش کنین که بقیه زنها رو تشویق کنین که به جامعهشون خدمت کنن. Try to be encouraging to other women to be of service to their community.